امشب روی صندلی پارازیتی ما امید حبیبی نیا خبرنگار و پژوهشگر ارتباطات نشسته ایشون رو اگر نمیشناسید در ده دقیقه آینده با ما بمانید و باش آشنا بشید خالی از لطف نیست شما کی هستی؟ روزنامه نگارم و پژوهشگر ارتباطات اینجوری خودم معرفی میکنم بعد شما روزنامه نگاری تو کدوم روزنامه می الان؟ الان با فرانس 24 همکاری میکنم ولی خب قبلا توی روزنامه و مطبوعات ایران بودم شما وقت زیادی رو جدیدن آی های بینی صرف دعوا با آدم های دیگه تو اینترنت میکنید کار دیگه ای نداری نظر مهمتر باشه؟ کار دیگه ای دارم واقعا فکر میکنم که خیلی ب... وقت میذارم روی این ولی تصور میکنم که نتیجه میده یعنی اگر که شما ببینید که خیلی دارن یک جانبه دارن حرف میزنن رسانه و بلنگوهای زیادی هم در دست دارن طبعا مجبور میشین به یه بخشش جواب بدین دیگه یه مقداری این مربوط میشه به اونها من با کسی مشکل ندارم معمولا دیگران هستن که شروع میکنن و بعضی وقتا من جواب میدم اونایی که لازم هست جواب میدم چون اگه جواب ندیم فکر میکنن جوابی نداریم برای گفتن شما خودتون سبز نیستید چرا اینقدر بین سبز تفرقه میندازی آی های فکر نمیکنم تفرقه بین سبزا من بندازم یک اکثریت عظیمی از کسانی که میگن سبزن یا در جنبش سبزن تعریفشون از سبز بودن با تعریفی که گروه دیگری که خیلی متاسف است و میخواد که همین چارچوب نظام جمهوری اسلامی حفظ بکنه و حول همین محورها فعالیت بکنه با اینا تفاوت داره یعنی تعریف از سبز بودن تفاوت داره من اون سبزهایی که خواهان دگرگونی اساسی در جامعه هستند به اونا احترام میذارم به همه البته احترام میذارم ولی با اونا احساس نزدیکی بیشتری میکنم اون سبزایی را که خواهان حفظ نظام جمهوری اسلامی هستم زیاد فکر نمی که نه اونا احتیاجی داشته باشن که با من دیالوگ بکنم و نه من حرفای اونها رو میفهمم شما که اصلاح طلبار و اینا رو قبول ندارین چرا باشون دم به دن میشین؟ من راستش با اونا دهن به دهن نمیشم اونا معمولا خیلی علاقه مند هستن که خب اونا شروع میکنن بعد شما جواب اونا شروع میکنن با شما بحث کردن ولی خود شما جواب تند و تیز اساسی میدی بهشون مثلا یکی که به شما میگه عوضی شما میگی که عوضی خودتی بله خب میگن از قبل قدیم هم گفتن که جواب های هوی است دیگه وقتی کسی میگه عوضی طبعا باید این انتظارم داشته باشی کسی هم بهش بگه عوضی خودتی دیگه پس قبول پس شما به مبارزه مسالمت آمیز اعتقاد ندارید به مبارزه بدون خشونت من دقیقا به مبارزه بدون خشونت اعتقاد دارم و هیچ گونه خشونتی را نمیپذیرم خب اگر شما به مبارزه بدون خشونت اعتقاد داری شما فکر میکنید که این گونه جواب دادن به مردم عین خشونت نیست خشونتی که در عوضی خودتی هست مثل خشونت حمله به یه سفارتخانه است فکر نمی کنم اینجوری باشه واقعا فکر نمی کنم یعنی اگر که خیلی منصفانه اون عوضی خودتی رو بخونین طبعا جواباش هم اتفاقا رفتی به خودم نداره جواباش مربوط به یک گروهی هستش که فکر میکنم بهشون توهین شد و من از اونا فکر کردم که بد دفاع بکنم رفتی به خودم هم نداشت خب آیه حیبینی شما که گفتید که به مبارزه مسالمت آمیز اعتقاد دارید سال من در مورد سفارتخانه هاست در کشورهای دیگه شما فکر میکنید که سفارت خونه رو سفارتخانه یک کشور رو قابل احترام میدونید یا فکر میکنید بعد رفت زد گرفت کشت آدم کشت گروگان گرفت چون مخالفید با سیاست اون کشور به هیچ وجه با خشونت موافق نیستم ولی اولا سفارت خانه جمهوری اسلامی رو سفارت خانه کشور نمیدونم جمهوری اسلامی یک رژیم نامشروع و سفارتخانه‌ش هم دارای هیچ احترامی نیست از نظر من ولی به هیچ وجه خشونت رو مجاز نمیدونم در حد اعتراض کردن در حد اینکه نشون بدن که این ملتی که این جمعیتی که خارج از سفارت وایسادن اعتراض دارن حرفی برای گفتن دارن دارن حمایت میکنن از مردمی که در داخل ایران در مبارزه میکنن در این حد خوبه ولی هیچ گونه اعمال خشونت آمیز رو من به شخصه نمیپسندم دست لاحه چه اتفاقی افتاد آقای حیبینی یعنی اون فکر میکنه حرکت خشونت آمیز نبود؟ من خوشونتی راستش درش ندیدم اینکه دی وارد سفارت بشن و بعد برن پرچمی رو که منقوش است به نقش ندا آقا سلطان رو به جای پرچم جمهوری اسلامی بذارن ده دقیقه اونجا شعار بدن و توجه افکار عمومی جهان رو به خودشون جلب بکنن فکر نمیکنم نه کسی کشته شد نه کسی زخمی شد نه سنگی پرتاب شد یعنی خود شما فکر می‌کنید خوشونت فقط بس... اینه که یکی کشته بشه یکی زخمی بشه نه نه ببینید ببینید این اصلا در همه جا مرسوم هست، شما من گزارش کردن بدون مرز نمیره مثلا در پاریس جلوی خودشون زنجیر میکنن به یک سفارت مثلا چین زنجیر, زنجیر کردن با اینکه این دا. برین داخل سفارت و اینکه سنگ بزنین و اینکه وارد حریم سفارت بشین خیلی فرق میکنه ببین وارد حریم سفارت شدن اگر که خوشونت آمیز نباشه به نظر من اشکالی نداره خب وارد حریم شدن دیگه بعدش هم حریم اون سفارتخونه اولا که متعلق به همون مردمی است که اعتراض میکنن یعنی چیز مجزا و عجیب غریبی نیست همون مردمی که دارن اعتراض میکنن و به نظر من اکثریت مردمی هستن که اعتراض دارن طبعا میتونن برن وارد سفارتی باشن که متعلق به خودشونه اون سفارت متعلق به ایرانه و نه جمهوری اسلامی بحث من بحث احترام گذاشتن به سفارتخانه یک کشور در یک کشور دیگری است آیا ما این احترام رو قائلیم برای این سفارتخانه یا اینکه چون مخالفیم چون خیلی ها مخالفین متفاوتی در جهان وجود دارن که میتونن برن هر سفارتخونه رو برن بگیرن اگر اونجوری بشه که دیگه سفارتخونه هم باید در اشغال هر هر رژیمی هر مملکتی هر دولتی یه سری اپوزیشن و مخالف داره بعد برن همه سفارتخانه رو بگیرن و شعار بدن پرچم بیارن پایین نه ببینید گرفتن نه ولی اعتراض کردن به نظر من مجازه ولی اینکه برای مثلا سفارت رو بگیرن و اشغال کنن و گروگان بگیرن اون بحث در واقع خیلی دیگه حرکت های چریکی میشه که من باش موافق نیست آها گفتین چریکا باشم. شما در سن 8 تا 10 سالگی جز اناسر تصمیم گیر و مهم چریکای فدای خلق بودید؟ نه من 8 تا 10 سالگی مدرسه میرفتم 13 سالگی بود که انقلاب شد و م. چریک فدای خلق شروع کردن به فعالیت نیمه علنی مردم شناختنشون یه هوادار پیدا کردن زمان انقلاب بود همه اونایی که در سن نه سال من هستند هم نسل من هستند اینا یادشونه بعضیشون هم هوادار بودن در اون یکی دو سال اول و طبعا یادشونه اونایی که یادشون نیست میتونم برم مراجعه بکنم با آقای نووی اگر یک دقیقه تریبون داشته باشید در صدای آمریکا که هرچی دوست داشته باشید که بگید چی میگید من میگم که این شکل و ای که رسانه های فارسی در خارج از کشور دارن عمل میکنند باعث نامیدیه یعنی ما اصولا رسانه مستقل در خارج از کشور بسیار کم داریم و اگر هم داریم مخاطب نداره یک سری رسانه های انحصاری هستن و رسانه بزرگ که اینها پیرو یه سری ضوابط و آینامه های خاصی هستن در وزبانی خاصی روشون اعمال میشه که مانع از تنوع و دگرگونی صداها میشه بنابراین من خیلی متاسفم برای این جوی که وجود داره در مورد رسانه های فارسی در خارج از کشور و مانع از فعالیت و شکوفایی و دگرگونی صداها میشه تنوع صداها تنوع اندیشه و همیشه یک صدای خاص به گوش مردم میرسه چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور و امیدوارم که این جو تغییر بکنه حالا چجوری تغییر بکنه خیلی مسائل مختلفی هست که یک مقدارش هم مربوط میشه به اینکه روزنامه نگاران در خارج از کشور تشکل سنفی تا به حال نداشتند که امیدوارم که به زودی داشته باشن